وقایع توکلی صابری، من در زمینه پرژن اوارتز یا جوایز پارسی، برنامه که ما شما را دعوت کردیم، میخوام از شما سوال بکنم که فکر میکنید این پرژن اوارتز چقدر میتونه برای کسی که چنین جایزه دریافت میکنه، برای شخص متخصص، کسی که مهارتی داره و در این جوایز شرکت میکنه، چقدر میتونه مؤثر باشه برای این شخص و چقدر میتونه به آینده کاری یا نقش اون در جامعه ایرانیان در سراسر دنیا مؤثر باشه؟ چون همطور که میدونید این جوایز پارسی و این پرژن اواردز برای ایرانیانی در همه دنیاست، یه جایزه بین المللی که بین بدون توجه به این که حالا در چه سطحی از کار باشن افراد، تمامشون میتونن در این جوایز پارسی شرکت کنن و بعد توسط هیئت داورانی که اعضای خود آکادمی هستن و ممکنه ده ها و صد ها نفر باشن که تخصص دارن در این کار، برگزیده میشه و نفری برگزیده انتخاب میشه. خواستم ببینم که به نظر شما این چقدر میتونه مؤثر باشه برای ایرانی هایی که در جوایز پارسی شرکت میکنن. این کار ارزشمندی است به نظر من، چون به کار هر کسی که اصطلاح کاندید شده ارزش گذاری میشه و باعث تشویق اون شخص میشه و باعث تشویق جوانان میشه، تشویق کسای دیگه که فکر کنن اونها هم تو همین مسیرها، مسیرهای مورد علاقهشون تو هر رشته علمی، فرهنگی، فلسفی، تکنولوژیک، ادبی، هنری و غیره یا موسیقیایی پیشرفت کنند، برن جلو. به نظر من قابل ارزشه. و علاوه بر اون اینکه ایرانی ها همدیگر رو بشناسن، الان ما در سر ایرانی ها در سر تا سر جهان پراکندن، کامیونیتی های اجتماع های کوچک کوچک دارن و اینها رو بشه به همدیگه وصل کرد که همدیگر رو بشناسن. بله. و به همدیگه یاری برسونن، این خیلی خیلی مفید است. و طبق تجربه‌ای که شما دارین برای جوایزی دریافت کردید، این جایزه میتونه کمک بکنه به این که دسترسی، یعنی این چهره معروف‌تر بشه، شناخته شده‌تر بشه و کار خودشو بهتر بتونه ارائه بده در سطح جهانی؟ این جایز کمک میکنه به این کار؟ هر نوع به اصطلاح پابلیسیتی، بله، چرا که نه، دیگه بستگی داره. من الان ابعاد کار شما رو نمیدونم چون تازه آشنا شدم. بله. میتونه که بله میتونه. بله که. ابعاد این کار کاملا جهانی خواهد بود. برای اولین بار داره چنین جایزه‌ای در سطح ایرانیان سراسر جهان در تاریخ حالا که وجود داشته داره معرفی میشه و خیلی کار داره روش میشه و انشالله هرچی میگذریم خیلی بزرگ و بزرگتر میشه این کامیونیتی. بله. این ابعاد وسیع، بله، حتما تاثیرگذار خواهد بود. بله. و مسئله دیگه این که پرژن اواردز یک دایره المعارفی از افرادی که مصاحبه میشن دارای تخصصی هستن و ما میاریم در برنامه و معرفیشون میکنیم به مردم ایران، یه دایره المعارفی درست میکنه از این افراد که مشخصات این افراد، بیوگرافیشون رو توش میذاره، هم به زبان انگلیسی خواهد بود هم به زبان فارسی. فکر میکنید این چه تأثیری میذاره در اینکه ایرانیان بتونن رشد بدن خودشونو در کاری که میکنن؟ چطوری فکر میکنم؟ فکر میکنم تأثیر زیادی داشته باشه. بله. این وسعتی که هست به زبان فارسی و انگلیسی، بله، خورد بسیار وسیع خواهد داشت. بله، یعنی قراره که مثلا بیوگرافی افراد قشنگ گذاشته بشه در وبسایت. وقتی که من میرم آقای دکتر محمد رضا توکلی صابری رو سرچ میکنم، یا وقتی مثلا آثار فرض کن در زمینه داروسازی رو سرچ میکنم، اسم شما میاد، مشخصاتتون، ایمیلتون، مثلا چیزایی که شما در اختیار ما گذاشتین، سوشال مدیا، وبسایتتون میاد و بعد افراد میتونن با شما تماس بگیرن و بگن که مثلا آقای دکتر اگر در زمینه مثلا علم داروسازی شما کتاب یا مقاله جدیدی دارین به من معرفی بکنین، یا به شما میگن که در چنین زمینه‌ای بیاین با ما همکاری بکنین، ما نیاز به این اطلاعات یا علم شما داریم.
و این فکری بود که پرژن اوارد داشت که با داشتن این وبسایت شاید بتونه دامنه علم و آگاهی افراد رو هم بالا ببره که بتونن از کمک همدیگه، از دانش همدیگه استفاده کنن. اینم دیگه ولی مطمئنن همین چور هست، یعنی این خیلی تأثیر زیاد خواهد داشت. بله، این گستردگی که میفرمایید شما. بله، و ما از افراد متخصص دعوت خواهیم کرد که برای داوری آکادمی شرکت بکنن. آکادمی یک جایی نهاد بود که فقط 5-6 تا داور داره، یک آکادمی خواهد بود، یک پرژن اواردز، چیزیه که از بسیاری از افراد متخصص که مثلا در زمینه شیمی تخصص دارن یا در زمینه کسب و کار خاصی تخصص دارن و میخوان برای اون کسب و کار یا اون علم یک جایزه‌ای در نظر بگیرن، شاید ده‌ها نفر بیان و کار یک نفر را بررسی کنن که آیا جایزه داده بشه یا داده نشه و همه کارها هم میتونن شرکت کنن. افراد معروف و سرشناس و پیشکسوت که به هر حال خیلی شناخته شده هستن و اونجا هم جا دارن، و بعد افرادی که مثلا کارهای ممکنه اولین کار دومین کارشون باشه ولی معروف نباشن اما ممکنه کار خیلی خوبی کرده باشن، اینها هم یعنی با فرصت‌های برابر میتونن در این پرژن اوارد شرکت کنن. آیا شما فکر میکنید که ورود افراد مثلا نه حرفه‌ای بلکه آماتور به این جوایز پارسی کمکی میکنه به اونا که واقعا شاید مثلا یکیشون برنده جایزه بشه؟ یعنی حتما نباید آدم معروفی باشه. دقیقاً بله، اگه کار مفیدی کرده چرا کار مفید یا کار مهم. بله. اصلا تخصص و تحصیلات هم لازم نداره، افرادی هستن که کارهای خیلی خیلی بزرگی کردن، تحصیلاتی هم نداشتن، لزوماً تخصص و تحصیلات اصلا لازم نیست. واقعا این نکته خوبیه که شما در نظر گرفتید برای جایزتون. بله، این فرصت‌های برابر به همه داده بشه، نه اینکه ما فقط بخوایم آره را بیاریم، بلکه بله، چون ممکنه بعضی وقتا از اونایی که حتی مبتدی هستن یهو یه کار خیلی جالبی، به قول شما حتما نباید خیلی تخصص بالایی داشته باشن، یه ابداع جالبی ممکنه کرده. همینجور. بله، کاملا با شما موافقم. بله، خیلی متشکرم از اینکه این تجربه با در اختیار ما گذاشتین و خیلی خوشحالم که با شما صحبت کردم. همچنین، موفق باشید.